هلو گایز، چطورین؟ امروز میخوام یکی از پرکاربردترین آپشنای واتساپ که من خودم هم واقعا خیلی بهش نیاز داشتم و بهتون معرفی کنم. پس با ما همراه باشید. سلامی دوباره به شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد هستم از کانال بیجاردو و امروز با یه آپشن جذاب از واتساپ باهاتون هستیم که واقعا خیلی کاربردیه و من شدیداً خودم هم بهش نیاز داشتم. حالا شاید از خودتون بپرسید که این آپشن چیه؟ بذارید من اینجوری بهتون توضیح بدم که شما بعضی وقتا گوشیتون پیشتون نیست یا اصلا دسترسی ندارید به گوشیتون و نیاز دارید که با کامپیوتر یا لپتاپ وارد واتساپتون بشید. وقتی که میخواید وارد واتساپ بشید با کامپیوتر یا لپتاپ، یهو یه اخطاری به شما میاد که آقا گوشی شما چون به اینترنت متصل نیست نمیتونید وارد واتساپتون بشید و باید حتما گوشیتون به اینترنت وصل باشه. حالا تو آپدیت های جدید واتساپ یه آپشنی قرار داده که شما میتونید با فعال کردن اون بدون اینکه گوشیتون به اینترنت وصل باشه با کامپیوتر یا لپتاپتون وارد واتساپ بشید که توی این ویدیو ما میخوایم اینو بهتون آموزش بدیم. قبل از هر چیزی حتما ویدیوهای ما رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید و نظرات و انتقادات خودتون رو به ما بگید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و این زنگوله بالا رو حتما فعال کنید. بزنید برید. خب دوستان، همونطوری که میدونید زمانی که شما میخواید به واتساپ دسکتاپ وارد بشید، اگر گوشی شما به اینترنت وصل نباشه روی دسکتاپ واتساپتون باز نمیشه. برای همین حتما باید گوشیتون به اینترنت وصل باشه تا شما بتونید روی دسکتاپ هم واتساپ رو بالا بیارید. همونطور که میبینید وقتی که گوشیتون به اینترنت وصل نباشه یه همچین اخطاری میاد و بهتون میگه که گوشیتون رو به اینترنت وصل کنید. همونطور که دیدید ما توی کامپیوتر بهتون نشون دادیم که چه اخطاری واسهتون میاد و حالا میخوایم ببینیم که روی گوشی بهتون بگم که چجوری این آپشن رو فعال کنید که دیگه این دردسر رو نداشته باشید که هر بار وقتی میخواید با کامپیوتر وارد واتساپ بشید حتما گوشیتون هم به اینترنت متصل باشه. بریم واسه ادامه ویدیو. برای این کار شما ابتدا با گوشیتون وارد واتساپتون میشید و توی واتساپ بالا گوشه سمت راست سه نقطه ای هست که اگه اونو بزنید یه منوی واسهتون باز میشه. توی این منو شما روی لینک دیوایس باید بزنید که البته توی سیستم های اندروید توی این منو این گزینه هست، ولی توی iOS ها باید توی سیتینگ دنبال این گزینه بگردید. وقتی که روی لینک دیوایس میزنید یه صفحه واسهتون باز میشه که از طریق این شما میتونید QR کدی که توی دسکتاپ میاد رو اسکن کنید و واتساپ دسکتاپتون رو فعال کنید. ولی اینجا یه گزینه هست به نام مولتی دیوایس بتا که اگه روی اون بزنید و روی گزینه جوین بتا بزنید، تنظیمات واتساپ جوری میشه که شما میتونید توی دسکتاپتون بدون اینکه گوشیتون به اینترنت وصل باشه و واتساپ گوشیتون فعال باشه بتونید با کامپیوترتون به واتساپ وصل بشید. فقط بعد فعال کردن این گزینه شما باید بیاید دوباره روی لینک دیوایس و QR کدی که روی سیستم دسکتاپتون هست رو باز با این اسکن کنید. بعد اون کار دیگه اگه اینترنت گوشیتون رو غیر فعال کنید باز هم میبینید که واتساپ دسکتاپتون فعاله و من حالا بهتون نشون میدم الان و میبینید که چطوریه. الان بعد اینکه من اتصال گوشیم به اینترنت رو قطع کردم و توی کامپیوترم، حالا تو مرورگر کروم یا هر مرورگر دیگه یا حالا اپلیکیشن خود واتساپ رو اگه داشته باشید، بدون اینکه گوشیم به اینترنت متصل باشه من وارد واتساپ میشم و میبینید که به راحتی واتساپ رو باز میکنه و نیازی نیست که دیگه شما گوشیتون به اینترنت وصل باشه. اینم از این. امیدوارم که از ویدیو امروزم خوشتون اومده باشه و آموزش هامون به دردتون خورده باشه. حتما اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و نظرات و انتقادتون رو به ما بگید تا ما هم بتونیم با شما در ارتباط باشیم. کانال رو سابسکرایب کنید و این زنگوله بالا رو هم فعال کنید. تا دیدار دیگر، بدرود.